نکته حالا این که اسناد مشخصی وجود داشته باشه در این که ساختگی بوده شک نیست که اسناد و مدارک وجود نداره ولی اصلا به این مفهوم نیست به این مفهوم نیست که در حقیقت میتونه تمام این نمایش باشه چون سینای عزیز و کسانی که در آمریکا زندگی میکنند و و در جریان به اصطلاح میدیا یا اون وسایل ارتباط جمعی و جریانات مربوط به اصولا زندگی اجتماعی اینجا هستند میدونند که این آقا یک شومنه حالا بیزنسمنش جای خود یعنی اصلا نه فقط شومنایی که مثلا با حرفای درست حسابی یا مثلا فرض بفرمایید با یک نکات آموزشی این یعنی در واقع عوام فریبی یکی از ویژگی های ایشونه این برو برگرد نداره یعنی ایشون رو مخاطبینش عوامن واقعیت اینه عوامی هستند که ببینید صحنه هایی که در واقع نشون داده شد حالا عرض کنم آقای بلدی گلوله به گوشه ایشون اصابت نکرده اون جوری که میگن در حقیقت تراشه ای, تراشه ای از مانیتوری که جلوش بوده به بسلا یه مقدار گوش آزار داده ولی حالا فرض کنیم که گلوله به طرف ایشون شلیک شده فرض فرض محال محال نیست البته واجه ایره که سینای عزیزم به کار برد بذارید نظر خودم بگم خوب شد خوب شد که زنده ماند الان جامعه آمریکا متوجه است جلوی چشمانش به خصوص روشنفکرا اون ای که اونجا جمع شدن و هل هله و شادی میکنن اینا رو در نظر نگیرید اینا تعیین کننده آینده نیستن اینا عواملی هستند که فرق نمیکنه که دونالد ترامپ فاسدترین مرد باشه از اون جایی که میآید و رویاپردازی میکند از همه بدتر به جای اینکه برنامه خود را به عنوان کسی که کاندیدای ریاست جمهوری است اعلام کند شما فکر کنید تمام این برنامه‌هاش در تمام این دوره گذشته ترامپیسم ترامپیسم و اون کسی که به عنوان نماینده به عنوان در حقیقت یک نماینده بسیار دست راستی و ضد بشر کسی که بود، کسی بوده همین اه اه به معاونی که انتخاب کرده در حقیقت کسی بوده که در اشغال عراق شرکت داشته به عنوان یک سرباز کسی است که به شدت دستراستیه به شدت اینا اینا هوادار اعمال خشونت هستند اینا اصلا نجات پرستند به همین دلیل هم شما فکر کنید شما فکر کنید در حقیقت اون حرکاتی که انجام داد تماما یه نمایش بود حت حتی اگر فرض, فرض, کنیم که فرض کنیم که گلوله شلیک شده بود به طور اتفاقی البته خود اینا هم نمیگن که از گوشش از اون گلوله چون گلوله که از اون فاصله شلیک بشه اصلا نمیتونه نمی فقط از بغل گوش رد بشه این امکان فوجله ضعیفیه ضعیفیه ولی همونطوری که سینای عزیزم گفت نشان داده شد که چگونه جریانات ضد بشر که ترامپیسم الان مز، و شخص ترامپ مظهر ترامپیسمه یعنی مظهر نظام سلطه جهانیه مظهرشه کارگزارانش نتانیاهو هم نوکرانش نظام جمهوری اسلامی هم طالبان هم. اینا هستند که مثلا فرض کن جنایتکارانی مثل پوتین